با نام و یاد خدا، سلام و درودی بی پایان خدمت هموطنان عزیزم. سال نوتون مبارک باشه، تعهدتون قبول باشه و خیلی متشکرم که با فوتبال برتر ما رو همراهی میکنید. اونها در رقابت ملت آفریقا، یه فرصت دیگه برای محرمی، دفع تو مقانو رو پای چپ میزنه توپو، توپ خارج از چارچوب به بیرون میره، ارتباط رو قطع میکنه سهرابیان، اما در ادامه راحت توپو داد به بازیکن کنیا. حالا پشت محوطه جریمه خطر روی دروازه ما، یه ضربه با پای چپ که دقت کافی رو ندارن و خوشبختانه توپ به بیرون میره. جوزف اوکومو از جمله لژیونرهای فوتبال کنیا در حین که بلژیک بازی میکنه، یه حرکت رو به جلو خطرناک بود حرکت بازیکن کنیا، چه سرعتی دادن یه لحظه به بازی. با هم میبینیم حرکت خطرناک بازیکن کنیا رو در یک فضای بسته و محدود. بازیکن کنیا برتری دارن، توپ رو گرفت موهبی، میتونه شوت بزنه، میزنه در بین راه به مدافعین کنیا میخوره و اعلام کورنر برای ما. شور و هیجان مضاعفی رو به وجود بیاره، یک ارسال خوب، یک موقعیت اونجا، فرصت از دست رفت در این لحظه و حالا در ادامه یک بار دیگه شوت زنی بچه ها. جهانبخش میتونه همونجا یه پاس به جلو بکنه، این کار انجام میده در دو مرحله. ماتاسی بلوش دقیقه 15 تا 20 تیم کنیا تحت تاثیر بازی و جو ورزشگاه بود، اما هر چقدر گذشت خودشون رو پیدا کردند و موقعیت های نصف و نیمه مثل این خلق کردند. ترابی عجله میکنه، به کمکش میاد مغانلو، بازی خطرناکی رو بازی کنه کنیا انجام میدن، داور در جاگیری خوب عمل میکنه. باز هم برای اولونگا، یه حرکت تکنیکی از اولونگا، اعتقاد داره اونجا به روی اون خطا انجام شده مدافع ما. اولونگا، اولونگا میزنه و دروازه رو باز میکنه. عرض کردم شناخت او از فوتبال ما در رقابت باشگاه آسیا و هوشیاری و دقت عمل بالا، خوشحالی نیمکت نشینای کنیا رو ببینید. سهرابیان نباید تحت تاثیر این حرکت قرار میگرفت، به امید سوت داور ایستاد و این گونه دروازه ما باز شد. خیلی خوب ضربه رو زد، یوتنه داره بازی رو در میاره برای کنیا. در رفت و برگشت باز هم یه بازیکن کنیا روی زمین، آفساید نیست، موهبی نیمکیز رو در تماشاگرا، موهبی حرکت میکنه دور میزنه، منتظر حرکت دیگه میمونه از همتیمیاش، میفرسته کوتاه و در ادامه ماتاسیه که دروازه رو نجات میده. رضاییان رو دستش قرار میگیره، موهبی یه پاس به عقب، یه فرصت عالی، برتری خط دفاعی کنیا تا اینجا نذاشته بچه های ما دروازه اونها رو باز بکنند. رامین رضاییان مستقیم میزنه، داور نقطه کورنر رو نشون میده. کوتا حالا برای ترابی، برای ارسال مهیا میکنه خودش رو، تو با اختلاف کم از کنار دروازه به بیرون میره. تا حالا پاتریک ماتاسی بدونه که برخوردی با کسی داشته باشه، با هوا برخورد داشته و اینگونه خودش روی زمین میندازه. فرصت برای شوت زدن روز به چشمی، نورافکن رو میبینه، روپا راستش میاره، دوباره شک میگیره دفاع کنیا. حالا رامین رضاییان میتونن استفاده ببرن، چجوری داره دفاع میکنه کنیا. دونده های توی ماراتون شماره یکی داشته که پرآوازه بودند. اینجا فرصت برای بچه های ما، شهریار مغانلو این چرخه و با پای غیر تخصصی، تیمی که داره خودشو آماده میکنه، یک دگرگونی اساسی. و عرض کردم ما باید به گل میرسیدیم و یه ارسال خوب و محبی که بازی قبلی چند تا موقعیت خوب گلزنی داشت، موقعیت هم خلقت، اینجا سکوها رو اینطور غرق در شادی میکنه. گل مساوی رو زدیم در یک بازی که
واقعا برتری داشتیم. تجربه بالای اولونگا اونها رو به گل رسون، اما هرچقدر از زمان بازی گذشت بعد از گلی که خوردیم با نظم و ثبات چند موقعیت خلق کردیم و اینگونه خوب زد. ارسالم که دیگه اصلا نقصی نداشت. این پاس به جلوها و این ارسالها تخصص رضاییان. رضاییان بلند، خروج نصف و نیمه دروازه بان، کورنر روی زمین، حرکت رضاییان با پای چپ اشتباه و توی دروازه. گل دوم، برتری داشتیم، حقمون بود و به حقمون هم رسیدیم. کار تمرین شده، ترکیبی و البته اشتباه ماتاسی اینجوری ما رو خوشحال میکنه و پرچمای کشورمون یک بار دیگه با شور و شوق وصل ناشدنی در یه بازی تدارکاتی در دستان زن و مرد به اهتزاز در میاد تا انشالله در عرصه مهمتر، در بازی‌های مهمتر، در بازی‌های رسمی این شروع تبدیل به یک پایانی فراموش نشدنی باشه با قهرمانی در آسیا. با هم ببینیم ساکاری یه اشتباه میرفت گل دوم رو برای کنیا در پی داشته باشه و به نظر بله